بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم با خبر نور. اما در ابتدا تیتر خبرها رو با هم می‌بینیم. ادامه بدرفتاری با یعقوب جهانی و عماد الدین ملازهی از زندانیان اهل سنت. پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق به سوی مرز سوریه. بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در شرق صنعا توسط ائتلاف عربی. وقتی شهرداری تهران شورای شهر را دور می‌زند. بستری شدن نرگس محمدی در بیمارستان. برگزاری دست کم 5 تجمع صنفی و اعتراضی در روزهای اخیر. و بلوکه شدن پولهای ایران توسط بانکهای چین. با وجود بیش از 10 بار مراجعه و درخواست زندانی بیمار همپرونده عماد الدین ملازهی برای مراجعه به چشم پزشک، مسئولین ممانعت کردند. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، حافظ یعقوب جهاندیده، زندانی بلوچ که از مشکل بینایی رنج میبرد و اینک وینی زمان بازداشت به علت ضرب و شتم ماموران شکسته است، با وجود بارها درخواست برای مراجعه به چشم پزشک با مخالفت مسئولین زندان روبرو شده است. بنابر گزارش های رسیده، به خاطر فشارهای روحی و روانی و شکنجه های جسمی که اوایل بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به این زندانی وارد شده، حافظه وینی دچار مشکل شده است. یعقوب جهانی به همراه عماد الدین ملازهی 1 آذر ماه سال گذشته، هنگامی که عماد الدین برای خرید یک دستگاه قالی‌شویی به سراوان سفر کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این دو زندانی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند، اتهامی که آنها پی در پی رد کردند و از برنامه ترور خود توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر دادند که در جریان آن خلیل جهاندیده، برادر یعقوب جهاندیده، کشته شد. عماد الدین ملازهی، زندانی سیاسی سابق بلوچ، چند ماه پس از تبرئه و آزادی مجدداً به شیوه نامطلوبی بازداشت و بار دیگر با پرونده سازی های مجدد مواجه شد. این دو زندانی هم پرونده هم اکنون در زندان سراوان نگهداری می شوند. به گفته شبه نظامیان شیعه عراقی که از حمایت تهران برخوردار هستند، نیروهای 8 شعبی با تصرف شماری از روستاهای تحت کنترل داعش در غرب موصل، پیشروی بیشتری به سوی مرز سوریه کردند. پیش از این گزارش‌هایی از تحکیم مواضع ارتش سوریه در نزدیکی مرز عراق نیز منتشر شده بود. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از رویترز، نیروهای موسوم به 8 شعبی با تصرف چند منطقه که سابقا تحت کنترل داعش بوده، از جمله روستای کوجو، پیشروی بیشتری به سوی مرز سوریه کردند. بنابر گزارش‌ها، دولت مرکزی عراق قصد دارد مناطق مرزی با سوریه را در هماهنگی با نیروهای اسد که آنها نیز از حمایت ایران برخوردارند کنترل کنند. در عین حال رویترز میگوید برقراری رابطه میان دو طرف مرز به نفع بشار اسد و نیروهای حامی او در جنگ داخلی سوریه خواهد بود. خبرگزاری رویترز در 24 اردیبهشت ماه به نقل از فرماندهان مبارزان سوری گفته بود نیروهای اسد و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران دست به تقویت نیرو با تانک و جنگ‌افزارهای سنگین در مناطق نزدیک مرز عراق و اردن زدند. تنها چند روز پس از انتشار این گزارش بود که واشنگتن اعلام کرد یک کاروان نظامی را که مربوط به ایران بوده در جنوب سوریه هدف قرار داده است. گفته میشد که این کاروان در حال حرکت به سمت پایگاه تنف، محل استقرار نیروهای ویژه آمریکا بوده است. مناطق مرزی عراق با سوریه در حال حاضر یا به طور عمده در کنترل پیشمرگه‌های کرد و اقلیم کردستان است یا در تصرف داعش. ارتش و نیروهای امنیتی عراق در تلاش برای بازپسگیری موصل از نفرات داعش هستند. مقامات نظامی این کشور روز شنبه گفتند مرحله پایانی آزادسازی موصل با حمله به بخش‌های باقی مانده از این شهر که هنوز در تصرف داعش است آغاز شده است. جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بامداد دیروز مواضع شبه نظامیان حوثی و علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری برکنار شده سابق یمن را در شرق صنعا به شدت بمباران کردند.
به گزارش واحد خبر نور، همزمان با ادامه نبرد زمینی ارتش ملی یمن علیه کودتاگران حوثی در مناطق اطراف صنعا، جنگنده‌های ائتلاف عربی، مواضع حوثی‌ها و حامیان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری مخلوع یمن را در منطقه نهم واقع در شرق صنعا به شدت بمباران کردند. جنگنده‌های ائتلاف عربی همچنین مراکز تجمع شبه نظامیان حوثی در منطقه الهول را نیز بمباران کردند. در همین راستا ارتش ملی یمن موفق شد دو مرکز مهم و استراتژیک را از کودتاگران باز پس گیرد. این دو منطقه استراتژیک در نزدیکی شهر ارحب واقع شده است. با کنترل این دو منطقه استراتژیک در ارتفاعات مشرف به ارحب، مناطق تحت تصرف حوثی ها زیر آتش مستقیم ارتش یمن قرار خواهد گرفت. درگیری ها زمانی در این مناطق شدت گرفت که ارتش ملی یمن طی چند روز گذشته در یک عملیات نظامی گسترده و با حمایت جنگنده های ائتلاف عربی توانست مناطق استراتژیک مهمی را به کنترل خود درآورد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در نشست غیرعلنی امروز شورا از اینکه برخی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در مورد استخدام ها، پروژه ها و دارایی های شهر بدون اطلاع شورا انجام می شود ابراز ناخرسندی کرد. به عبارت ساده تر می توان گفت که شهرداری شورای شهر را دور زده است. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از روابط عمومی شورای شهر تهران، محمد سالاری روز یک شنبه در 348مین جلسه شورا گفت که در مواردی که دارایی‌های شهر در ازای مطالبات به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، لازم است هم شورای شهر فعلی و هم شورای شهر آینده از این مسئله مطلع باشند. وی اظهار کرد پردیس متروی تهران پارس با مساحت 10 هکتار یکی از دارایی‌های ارزشمند شهر به شمار می‌رود که لازم است در این مورد شورای شهر تصمیم گیری کند. خبرهای گوناگونی درباره جذب نیرو از سوی شهرداری تهران شنیده می شود که فارغ از صحت و سقم این اخبار، شهرداری تهران باید هرچه سریعتر در این زمینه شفاف سازی کند. مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت به استخدام های خارج از ضابطه در شهرداری معترض هستیم. احمد مسجد جامعی تاکید کرد برخی استخدام های خارج از ضابطه در شهرداری انجام شده که گزارش آن توسط سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است و ما نسبت به این نوع از استخدام‌ها معترض و مخالف هستیم. در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر استخدام‌های گسترده در مجموعه‌های وابسته به شهرداری تهران به گوش می‌رسد که با واکنش و مخالفت اعضای شورای شهر تهران همراه شده است. اعضای مخالف شورای شهر که عمدتاً اصلاح طلب هستند، بر این باورند که این حجم از استخدام‌ها علاوه بر اینکه بار مالی سنگینی برای شهرداری ایجاد می‌کند، مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز ردیف بودجه پیش‌بینی شده را ندارد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین تحمل حبس می‌کند، در پی خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل و بستری شد. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از هرانا، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر دیروز به دلیل عدم توقف خونریزی به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت قرار گرفت. نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. پزشکان متخصص معتقد هستند که این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین روی پزشکان ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک می‌دانند. خانم محمدی هم اکنون مشغول تحمل حبس 10 ساله بابت آخرین پرونده خود در زندان اوین است. حکم جدید زندان خانم محمدی با پایان یافتن حکم زندان قبلی او که در تاریخ 24 اسفند ماه 95 به پایان رسید، بلافاصله از فردای همان روز اجرا شد. خانم محمدی در پرونده‌ای که در سال 89 برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس محکوم شد. او که در مرداد ماه 91 برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده جدید بازداشت و در دادگاه دیگر به 16 سال حبس محکوم شد که بر اساس اعمال ماده 134 10 سال از این حکم زندان اجرا می شود. طی روزهای گذشته جمعی از پاتولوژیست ها، کارگران پیمانکار شاغل در پروژه های کنگان، جمعی از 13 فاز فرهنگیان اصفهان، طلبکاران مؤسسه اعتباری آرمان و حدود 200 نفر از تاکسیرانان فرودگاهی تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش واحد خبر نور، به نقل از مهر، جمعی از پاتولوژیست‌ها در اعتراض به دستور وزیر بهداشت مبنی بر صدور مجوز برای تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی به دانش آموختگان تک رشته علوم آزمایشگاهی مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین در پی محقق نشدن خواسته های کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه های فاز 13 کنگان، صبح دیروز این تجمع صنفی نیز ادامه یافت. گفته می شود برخلاف روزهای گذشته که اجتماع صنفی کارگران معترض در مقابل دفتر کارفرمای اصلی برپا می شد، امروز این کارگران که شمار آنها در حدود 300 نفر برآورد می شود، حاضر به خروج از استراحتگاه های خود نشده و منتظر وصول معوقات مزدی خود هستند. از سوی دیگر صبح دیروز یک شنبه 7 خرداد، جمعی از معلمان اصفهان مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان تجمع کردند. تجمع کنندگان می گویند پروژه 1000 واحدی فولاد شهر که قرار بود به معلمان تحویل شود، پس از گذشت 10 سال هنوز به نتیجه نرسیده است. گزارش حاکی از آن است که تجمع طلبکاران مؤسسه اعتباری ورشکست شده آرمان در خوزستان برای چندمین روز متوالی برگزار شد. با توجه به اعلام ورشکستگی این صندوق، سپرده‌گذاران با مراجعه به شعب این مؤسسه در اکثر شهرستان‌های استان خواستار برداشت بچه خود از حساب شدند، اما موفق به بازپسگیری مبالغ سپرده شده در این صندوق نشدند. برخی از شهروندان خوزستانی صبح امروز با تجمع مقابل درب استانداری این استان خواستار ورود استاندار به این مسئله شدند. صبح روز ششم خرداد نیز حدود 200 نفر از رانندگان تاکسی شاغل در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی تهران مقابل وزارت کار تجمع کردند. این رانندگان که در طول هفته گذشته نیز دو بار تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، میگویند از ورود به فرودگاه‌ها با وجود سال‌ها سابقه کار منع شده ایم، چرا که توان خرید تاکسی‌های خارجی و پرداخت اقساط سنگین آن را نداریم. عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی ایران گفت بانک‌های چین با توجه به قوانین جدید پولشویی و حساسیت آنها به منشأ پول، پول‌های ایران را بلوکه کردند. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از روزنامه شرق، حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از بلوکه شدن پول‌های کشورش در چین به علت تغییر نظام بانکی این کشور و تاکید بر مقید بودن آن با قوانین پولشویی خبر داد. وی با اشاره به تغییر مرتب نظام بانکی در جهان تصریح کرد: دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود 4 تا 5 هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات به شدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب این منابع بانکی را از کجا آوردن حساس شده بود. حسینی این بلوکه شدن حساب‌های شرکت‌های ایرانی را غیر مرتبط به تحریم‌های آمریکا دانست و اظهار داشت نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. پیش از این فعالان ایرانی در چین معمولاً با اسناد غیر ایرانی وجوه را دریافت می‌کردند و به این ترتیب معامله سر می‌گرفته است. او در مورد راه‌های برون رفت از این مشکل تصریح کرد: تلاش می‌کنیم صادرکننده پتروشیمی بتواند ریال خود را از واردکننده بگیرد و واردکننده هم بتواند یوان از صادرکننده تحویل بگیرد. این تنها راهی است که فعالان این حوزه به کمک بانک مرکزی به آن دست یافتند، زیرا به نظر نمی‌رسد که مشکل بانکی ایران با چین به سهولت و در فاصله اندک حل شود. گفتنی است بر اساس نامه آوریل امسال یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران به اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری این کشور، 40% از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین صادر می‌شود که اقدامات محدودکننده جدید می‌تواند اثرات جبران ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. خب عزیزان بیننده، به پایان خبرهای امروز رسیدیم. تا دیدار دیگر، الله یار و نگهدارتون.